سلام و درود خدمت تمامی بازدید کنندگان عزیز کانال مستر استوری. ماجرای امروزمون ارسالی از عبدالله هست از سری مجموعه کارخانه که در قسمت‌های پیش دیدیم که بعد از ورودش به اون کارخونه و شرط بندی برای رفتن به کارخونه کناری متروکه اتفاقات عجیبی براش افتاد که بعد از پرسجو از قدیمی‌های اون کارخونه متوجه شد که قبلها هم اتفاقات همچنینی در کارخونه کناری افتاده. شما هم اگر اتفاق ترسناک و یا عجیبی است که براتون اتفاق افتاده از طریق آیدی تلگرامی که روی صفحه است با ما در میون بذارید. ممنونم. همراهان همیشگی، اگر تا به این لحظه ما رو دنبال نمی کنید، ما رو لایک و سابسکرایب کنید تا از جدیدترین داستانهای ما با خبر باشید. ممنونم. بعد از اینکه از خواب بیدار شدم دیدم اون رفیقم یه ناله خفیفی می کرد و همینطور از دماغش خون اومده بود و خشک شده بود روی صورتش. منم هرچی سعی کردم بیدارش کنم نمی شد. بعد مدتی که چشاشو تا نیمه باز کرد دیدم سیاهی چشاش به بالا رفته و چشاش کاملا سفید بود و حالت تشنج داشت. منم از دیدن این صحنه بیشتر از قبل ترسیدم و فکر کردم یه وقت تشنج کرده. همین که از جام بلند شدم تا به بقیه خبر بدم که این رفیقم اتفاقی براش افتاده، دم در که رسیدم اون دوستم صدام کرد و گفت کجا میری داداش؟ منم سمتش برگشتم و با تعجب گفتم تو حالت خوبه؟ چرا هرچی پس صدات میکردم بیدار نمیشدی؟ اونم گفت من صداتو میشنیدم ولی نمیتونستم بیدار شم، انگار چشام قفل شده بود، فقط میتونستم اون موجودی که روی سینم نشسته رو ببینم و اون یه موجود لاغر و رنگ پریده بود با چشایی درشت و زرد که هیچ مویی هم در بدنش نداشت. هرچی بسم الله میگفتم فایده ای نداشت و خوب میدونستم که خوابم، اما این اتاق رو کامل میدیدم و صدات رو هم میشنیدم ولی خودتو نمیتونستم ببینم و فقط اون موجود زشت رو میدیدم که با دستاش میخواست خفم کنه. منم تلاشم فقط برای باز کردن چشام بود که اون موجود یهو محو شد و همین که تونستم بیدارشم تو رو دیدم که داشتی از اتاق میرفتی بیرون. خودم هم میدونستم ترسیدی و داری میری که کمک بیاری، چون صداتو میشنیدم که تلاش میکردی بیدارم کنی، اما من نمیتونستم بیدار بشم. برای همین بود که سری صدات کردم و گفتم کجا میری تا بفهمی حالم خوبه و اینکه بیدار شدم. اون شب رو کلن نتونستیم بخوابیم و فرداش با بی‌حوصلگی رفتیم سر کار. ظهر که وقت نهار شد همیشه دست جمعی میشستیم و نهار میخوردیم، اما این بار دوستم گفت داداش نهارتو وردار بریم بیرون بخوریم. بعدش هم همین کارو کردیم و رفتیم بیرون و زیر یه سایه کنار کارخونه نشستیم و مشغول نهار خوردن شدیم که دوستم گفت اون موجود کوفتی دیگه چی بود آخه؟ همون که دیشب به خوابم اومد، ولکنم نبود، خیلی سعی میکرد خفم کنه. بعد گفت تو چطور اون موقع بیدار بودی؟ نکنه تو خوابم خیلی داد بیداد کردم که تو رو هم بیدار کردم؟ منم گفتم تنها صدایی که ازت میومد یه ناله خفیف بود، نه چیز دیگه، و دلیل بیدار شدنم هم همین بود که درست قبل اون لحظه برای خودم همچین اتفاقی افتاد و چیزی که دیدم رو کامل براش توضیح دادم. اونم گفت پس فقط برای من اتفاق نیفتاده. بعد به یه طرف زول زد و گفت امشب بریم تو اون کارخونه و تتو قضیه اون چا هم در بیاریم. منم گفتم مگه عقل تو از دست دادی؟ الان دلیل بی‌حوصلگی و داغون بودنمون چیه؟ به خاطر همین کنجکاوی تو بود. گفت باید دلیل این اتفاق رو بدونیم، من که خودم در اصل برای همین اومدم اینجا تا اون چیزایی که گفتی رو به چش خودم ببینم. گفتم همون که دیشب دیدی کافی نبود؟ حتما با یه اتفاق وحشتناک برامون بیفته که ول کنه داستان بشی؟ گفت
نه میخوام وقتی که هوشیاری کامل دارم ببینم تا بهم ثابت بشه. و یک سره میگفت داداش بی خیال، بریم ببینیم چیه اونجا، بریم شاید بفهمیم دلیل حضورشون اینجا چی میتونه باشه. اونقدر گفت و اونقدر اصرار کرد که برای چندمین بار اشتباه کردم و حرفش رو قبول کردم، ولی گفتم امشب نه، چون خودم الان کم خوابی دارم و امشب رو میخوام فقط تخت بگیرم بخوابم. گفت فردا شب چی؟ گفتم باشه. و خلاصه شب بعدش فرا رسید و حدوداً ساعت 11:30 بود که میخواستیم این کار رو انجام بدیم. من دو دل بودم. گفتم داداش نمیشه این فکر رفتن رو از سرت بندازی بیرون؟ اونم گفت یعنی چی بریم بابا، چیزی نمیشه که، یه حرفایی میزنی ها. اونا نمیتونن بهمون آسیبی بزنن، من بهت قول میدم. پوزخندی به ایستادم و گفتم هنوز خیلی چیزا رو نمیدونی. بعد که دوتایی از دیوار پریدیم اون طرف، دیدیم که هوای اونجا به شدت گرفته و سنگین بود، انگار که زیر آب باشیم و نفس کم می آوردیم. همینطور داشتیم می رفتیم که یکی از گوشه بیرونی کارخونه سرک کشید. به دوستم گفتم اونجا رو ببین، و دوباره چنین اتفاقی افتاد، یکی سرک می کشید و سری قایم می شد. دوستم گفت کی هستی؟ بیا بیرون ببینمت. و قبل از اینکه داخل کارخونه متروکه بشیم، اول رفتیم اون سمت، ولی با احتیاط کامل. قدم هامونو بسیار آروم برمی‌داشتیم که اگر اتفاقی خاص بیفته سریع پا به فرار بذاریم و مسیرمون رو عوض کنیم. ولی وقتی که رسیدیم دیدیم هیچی اونجا نیست، به جز ده ها گربه که یه جا جمع شده بودن و انگار مشغول خوردن چیزی بودن. دوستم خندید و گفت ما رو باش مثلا جوونی، از چند تا گربه فزرتی ترسیدیم. بعد که رفتیم داخل کارخونه، با چراغ گوشی همه جا رو نگاه میکردیم. چند دقیقه به همون روال گذشت و تا گفتم که اینجا چیزی نیست و بیا از اینجا بریم، و اون هم به هم گفت آره انگار همش توهم بوده. اما به محض اینکه این حرف رو زد، یه شیء بزرگی اون طرف کارخونه زمین افتاد و صدای بلندی تو کارخونه چرخید، طوری که اون صدا انگار تو اون کارخونه و فضای خالیش اکو می شد. باد خونکی داخل کارخونه می وزید و کم کم اون بوی لاشه که قبلا تجربهش رو داشتم تو کل فضا پخش شد. گفتم بیا بریم، عجله کن. انگار دوستم هم فهمید که دیگه اوضاع ناجور شده. یه دفعه یه آجر جلوی پامون افتاد و ترکید، پخش و پلا شده این بر اون بر می رفت. همین که می خواستیم با عجله خارج بشیم، درست جلوی در یه سایه دراز که انگار دو برابر ما قامتش بود ایستاده بود و صدای ناله عجیبی ازش بیرون می اومد. با دیدن این صحنه کل بدنمون انگار بیش از حد سنگین شده باشه و هیچ انرژی برامون نمونده بود. این که وقتی میگم هیچ انرژی تو بدنم نبود، یعنی در چنین شرایطی انگار روح از بدن خارج میشه و هیچ اختیاری به بدن خودت نداری و هر چقدر تلاش کنی فقط عضلات بدنت یه جوری انگار خارش میگیره و سوزن سوزن میشه و هیچ اتفاقی نمیفته. حالتی مثل حالت فلج، یعنی حتی نمیتونی دست و پاتو حرکت بدی. جونم براتون بگه، تو چنین لحظه وحشتناکی بودم و داشتم تقلا میکردم که تکون بخورم و بعد تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که اون آیه‌ای رو که اون عالم یادم داده بود رو خوندم و هی دوباره و دوباره اون رو خوندم و بسم الله می گفتم و دوباره شروع می کردم به خوندن آیه،
که در همون لحظه ناله های گوش خراش اون موجود سیاه که شبیه به سایه بود به گوشم می رسید. صداش زیاد تر شده بود و واقعا صدای کرکننده ای داشت، انگار که روی شیشه یک شیء فلزی کشیده بشه و بعد به شکل دودی شد و معلوم نشد که کجا رفت. اون لحظه فقط به فکر خودم بودم. همین که از در کارخونه اومدم برم بیرون، تازه یادم اومد که دوستم هم اونجاست. سری برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم که دیدم افتاده زمین و گوشیشم کنارش افتاده بود. رفتم کنارش که دیدم دهنش کف کرده و از همه ترسناکتر این بود که چشاش باز مونده بود و پلک نمیزد. تو این شرایط بودم که گفتم بدبخت شدم، رفیقم مرد. بعد چند دقیقه دستم رو گذاشتم روی قلبش و آیت الکرسی و هر چیز دیگه‌ای که بلد بودم و میخوندم و با گریه دعا میکردم که خدایا کمکم کن و همون کاری رو میکردم که اون عالم انجام داد. بعدش رفیقم یک دفعه انگار چند تا سرفه کرد و نیمخیز بلند شد و همین که گوشیش رو گرفت یه مایه چسبناکی انگار بالا می آورد و فقط داشت به همون چیزی که بالا می آورد نگاه می کرد. اگه کامل بخوام براتون بگم، رفتارهاش خیلی عجیب شده بود. رفتارهاش این یک بچه 3 ساله بود، گریه می کرد و بالا می آورد و اصلا توجه نمی کرد که داره لباسشو کثیف می کنه. منم از دستش گرفتم و سعی کردم بلندش کنم طوری که حداقل روی زمین بالا بیاره. بعد که کارش تموم شد زیر بغلش رو گرفتم که از اونجا خارج بشیم، اما همون لحظه بود که اون دختری که قبلا دیده بودم دوباره دیدم که اون طرف ایستاده و گفت مگه نگفتم دیگه به اینجا نیا؟ چرا حرفمو جدی نگرفتی؟ من که زبونم بند اومده بود و به تتپته افتاده بودم فقط نگاش کردم و گفت باز هم بگم این فقط یک اختاره، برو و دیگه اینجا برنگرد، دوستت هم زنده میمونه، نترس. این حرف هایی که میزد انگار صدا نبود، یه جورایی حرف هاشو تو قلبم و توی ذهنم حس میکردم. یعنی نمیدونم چطور بگم، ولی وقتی صداش داخل سرم بود تمام بدنم مورمور میشد.